بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 و برابر با 13 مارس 2017 میلادی، بریم سراغ کتاب 1001 مثل فارسی و انگلیسی، ببینیم امروز چی میگه. صفحه 41 میگه اسب و استر به هم لگد نزنند. فکر کنم استر یعنی قاطر، نه؟ حالا نمیدونم، استر هرچی. دومیش میگه اسبی را که در 40 سالگی سوغان گیرند، میدان قیامت را شاید. سوغان فکر کنم یعنی آموزش و به اصطلاح اینجا میگن چیز تیم میگن اینجا، در اصل فکر کنم میگه دیگه اگه تو 40 سالگی بخوای، یا اصلا از چند سال عمر میکنه، 18 سال 20 سال نمیدونم. در صورت بعضی وقتا میگه همون ضرب المثلی که یادگیری در جوانی و اینها میگفتن، حتی العلم و صغر النقش فی الحجر، یعنی چیزی که در کودکی یاد میگیرید مثل نقشی هست که بر روی سنگ درست میکنن و میمونه برای همیشه. اصل بد نیکو نگردد، آن که بنیادش بد است. بارها بهتون گفتم به این ضرب المثل ها خیلی استناد نکنین، چون از اون ور میگه که کمال همنشین در من اثر کرد، یا از اون ور میگه پسر نوح با بدن بنشست و خاندان نبوتش گم شد. البته این پسر نوح دیگه عجب پسر پیغمبری بوده، برید ببینید با بابای خودش چه کار کرده. افاده ها طبق طبق، سگ ها به دورش وق وق. اینم ماجرای ما ایرانی هاست که افاده ها طبق طبق، سگا به دورمون واق و واق یا وق و وق. امروز چند دقیقه دیر شروع کردم به دو دلیل. یکی این که این فیلم سقوط امپراتوری روم رو که دوستی به اصطلاح بابتش پول داده بود تا ما چند روز نشون بدیم، میخواستم اون لحظات آخرش رو هم ببینید. دوم این که از دیروز ساعت یا وقت در آمریکا 1 ساعت به جلو کشیده شده. نمیدونم والا از بس اینا هم جلو کشیدن و عقب بردن، دیگه ما نمیفهمیم وقت حقیقی کی هست. ضمن این که اصلا وقت حقیقی یا ساعت حقیقی وجود نداره، چون اصل ساعت و اینها میدونید یه قراردادیه که خود آدما برای خودشون درست کردن. بذارید بریم روی فیسبوک به شما هم نشون بدیم که اگر خواستید و لطف کنید و این صفحه رو با دیگران شیر کنید، چگونه این کار رو انجام بدهید. میایم اینجا و میریم به کمرای 2 و در صفحه سوربی، صفحه شخصی خودم، وقتی که اینجا این ویدیو رو میبینیم پایینش نوشته شیر، میگه که کجا میخوای شیر کنی؟ میگیم صفحه‌ای که ما منیجش میکنیم. منیج کدوم صفحه رو؟ صفحه مردم تیوی. و اینجا هم مینویسیم سوربی با مردم و 13 مارچ 2017. و آره بعض وقتا یه USA هم مینویسیم که شماها که خیلی حسرت به دل هستید که بیاین آمریکا قصه بخورین، و اونایی هم که توی آمریکا نشستن و دلشون لح میزنه برای یک روز رفتن ایران، کوچه های خاکی، همون فروشنده های گرون فروش، اونها هم بگن ایداد ویداد که این سوربی هم مثل ما توی آمریکاست. در صورت دوستان، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. پتی که عزیز امروز برای من نوشته بود که سوربی، وقتی آمدم آمریکا فکر کردم فقط توی ایرانه که کلنگ از آسمان برامون میاد، بعد دیدم اینجا هم بیل میاد هم کلنگ میاد. ضمناً اون روز وقتی من هی میخوندم میگفتم این دوتاش یکیه، اشتباه از من بود. پتیک نوشته بود به جای عجم زنده کردم باید بنویسه عجب زنده کردم. ما رو چنان زنده کرد فردوسی که نگو و نپرس. در همین رابطه هم
آقای چمنارا یه ویدیویی رو که ما پارسال 11 ماه پیش با ایشون برنامه داشتیم درباره فردوسی اینها، ایشون گفته که اون آقای رستم جمشیدی پاسخ شما رو نداد و به همین خاطر این ویدیو رو خواستن از ما پخش کنیم و ما امروز ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی آقای سهراب چمنارا رو که پارسال 15 آپریل برنامه داشتن براتون پخش میکنیم، روی فیسبوک هم هست و بعد از برنامه خودم، یعنی عین برنامه خودم، یه ویدیویی رو من برای شما نشون میدم به نام سوپر استار که درباره دیوار مهربانی، درباره کمک به دیگران صحبت میکنه و این دوستمون آقای پتیک گفت که اگه شما این ویدیو رو نشون بدی نه قبل از برنامه و بعد از برنامه، در برنامه خودت، من برای 1 هفته $100 میدم. من ویدیو رو تماشا کردم، دیدم این درست همون کاریه که من میگم، قدمای کوچیک ولی همه حرکات بزرگ، همه مسافتها، همه مسیرهای طولانی با قدمهای کوچیک طی میشه. در صورت گفتم بهش که شما این $100 رو لطف کن بفرست برای ایران، مخصوصا برای همینا، و من به غیر از این که امروز اینو تو برنامه خودم اعلام میکنم، این هفته تو برنامه خودم یعنی دوشنبه، چهارشنبه، جمعه اعلام میکنم و 32 دقیقه آخر رو اختصاص به این میدم، تا آخر این ماه هر روز توی پلیلیست نگه میدارم. اون بنده خودم نوشت که من دسترسی به ایران ندارم و برای شما این چک رو میفرستم، هر کاری دلت خواست با این چک انجام بده. حالا از طرفی یه دوستی ما داریم، حتما شما هم میشناسینش دیگه بعد این همه مدت، آقای حسین محمدی. این آقای حسین محمدی به سگها کمک میکنه، به حیوانات کمک میکنه و وقتی هم میره کمک میکنه میگه اینها رو بهشون میگه بچه ها، نمیگه سگها، نمیگه حیوانات، میگه بچه ها. بریم با هم این فیلم رو ببینیم و من حالا ترتیب میدم یا به این دوستان کمک کنم که به سگها کمک میکنن یا به همون دوستانی که توی این فیلم آخر برنامه ما پخش میشه. و چرا من نمیتونم 32 دقیقه فیلم رو در برنامه خودم پلی کنم، با وجود که این جزء برنامه منه دیگه، 2 تا 4 برنامه منه، 2 تا 3 و 28 دقیقه من با شما هستم، 32 دقیقه اون. الان این فیلم رو میبینید به امروز، روی یوتیوب نمیذارم، لینکشو میذارم زیر اونجا که شما برین ببینین، با 2 دلیل. دلیل اول این که اونایی که زحمت کشیدن، حالا تا تیوی پلس مال آخوندان، مال هرکی، من نمیدونم، چون یکی یکی تازه گند چیزا در میاد، مثلا آقای حسن اعتماد تازه اومده راجع به من و تو تیوی صحبت میکنه و خیلی جالبه دوستان، تا موقعی که اینا پول میگیرن، حقوق میگیرن، صداشون در نمیاد. خانمشم رها اعتمادی یا رعنا اعتمادی برای تلویزیون کار میکنه، حتی وقتی میفتش آمریکا میگه برو پهلو فلانی، ولی وقتی یکشون میکنن بیرون، اون وقت میان اعتراض میکنن و میگه. برید ببینید، حتما هم دیدی تو 2 روز گذشته این ماجرای من و تو تلویزیون از کجا میاد، ایشون که باور داره حتی بودجش از پنتاگون میاد. دوستان ببینید ماجرا کجاست، پنتاگون پول میده که برای شما نینیشناش بذارن، برای شما استیج درست کنن، برای شما مسابقه موزیک بذارن. این کار دنیاست، این کار سیاسته. و افرادی مثل آقای حسن اعتمادی، حسن اعتماد کیه؟ من اصلا از این مردی که از روز اول که دیدمش دوربر این ماجرای آخوند نوریالا میچرخ و اینا خوشم نمیمد، چون معلوم یه آدم مرموز پدرسوخته هست. در هر صورت خودش حالا اومده به زبان خودش گفته و فکر کنم خبرگزاری فارس نمیدونم اونام نشستن این کلیپ ها رو جمع میکنه، بازم اون رو براتون میذارم. ولی هم در فیسبوک هم در یوتیوب اگر الان این برنامه رو میبینید، اون فیلم سوپر استار رو من لینکش رو میذارم در قسمت پایین یوتیوب و فیسبوک. اولا بهتون نشون بدم، بعضیا میگن آقا کجا میذاری، گفتی ولی نبود. نگاه کنید، اگر میایین تو صفحه شخصی خودم که اینجا هست، اون لینک رو من بعداً میذارم براتون این پایین در قسمت کامنت. البته ببخشید
خیلی از دوستان، یا کاش که بذارمش این بالا که دوستان که میان هی می نویسن بالا و پایین نشه. مثلا ما یه چیزی نوشتیم راجع به این برادر خواهری که توی شیراز هستن. اولا دوست اون آقای علی ترابی نوشته بود اینها تو مردشتن. من نمیدونم از کجا شما فهمیدی، چون فامیلشون باسری هست، این به اصطلاح تیره باسری های قشقایی، خب حالا مردش بوده اصلشون، ولی حالا که نیستن. در صورت این خانم جوان گریه میکنه تو این ویدیو، از مردم کمک میخواد، بعد یکی آمده یه چیز گذاشته میگه آخه آقا این کامنت شما چه ربطی به این پست داره. من نمیدونم، فقط چون یه جای باز شده بارها اینو گفتم، آقا من میرم یه آگهی میدم، پول چاپ، پول میدم، آگهی چاپ میکنم، میزنم رو ستون که پدرم فوت شده، شنبه مثلا در فلان قبرستون بیاین به خاک بسپاریمش. بعد این آقا یا اون خانم میاد مینویسه ننه اونم عروسی داره فلانجا. آقا نکنید، خانم نکنید، زشته، قباحت داره. در هر صورت این فیلم رو هم بعد بهتون نشون میدم، ولی بریم فیلم این سگها یا این بچه های حسین محمدی رو با هم ببینیم. خسته نباشید بهشون میگم، و اگر میتونید امکان داره براتون کمک کنید به اینها. بله گفتید. ماده هستن یکی شون نره، ماده این روستایی ها وقتی بچه ها سگشون بچه به دنیا میاره بعد میریزن دور، الان این هر سه تا بچه ریختن دور، یعنی دقیقا مثل آشغال انداختنش دور. حالا شانس آوردیم توی گیلان نمیندازن تو روزخونه. بله. که بخوشن یا زیر خاک، یا خاک کنن، چیکار میکنن؟ میندازن دور. حالا باز شانس آوردیم خود پدر بیامرز اینا رو تو پلاستیک نبرد. بله. من ننداختم دور. اکثرا اینا رو توی پلاستیک میبندن و میندازن دور. حالا این همینجا انداخت، مادرشون 100% یه جا الان تو خونش هست، بچه ها رو ازش جدا کرده، انداخته اینجا که بمیرن، انداخته اینجا که بمیرن. حالا قسمت شده که شما دیدین. و چه سگای قشنگی، براش نوشتم اگه اینا اینجا بودن من هر سه رو میگرفتم، با وجودی که به خودم قول دادم و همسرم هم قول دادم دیگه سگ نیاریم. ما در حال حاضر 4 تا داریم، ولی اینا رو که آدم میبینه واقعا نمیتونه بهشون نه بگه. اومدین اینجا بچه، حالا انشالله که حالا شدم، انشالله که من دارم اشتباه میکنم و اینا باشن درست، ولی حالا ما یکم منتظر وای میستیم ببینیم اگه مادری چیزی نیومد اینا رو با خودمون میبریم. یکی از اشتباهات روستایی های ما همینه که یک اجازه میدن سگشون جفتگیری بکنه. اگر نمیخوای بچه هاشو یا عقیم کن با هزینه خیلی کم، یا عقیم کن یا به دامپزشکی که تو محلتون رفت آمد میکنه، چون تو همه روستاها دامپزشک میاد و میره برای حیوانات، برای دامای بزرگشون میاد و میره، و میتونن راحت اینو به همون دامپزشک بگن عقیم کنه با هزینه خیلی کم. یا اگر نمیخوای عقیم کنی وقتی فرصت میکنی میتونی کاری کنی که جفت نخوره در اون فصل جفتگیری، در اون یکی دو هفتهی که سگ آماده جفتگیریه میتونی کاری کنی که جفت نخوره. بعد از اینکه متاسفانه جفت میخوره، بچه هاش به دنیا میان، مثل یه تیکه آشغال این بچه ها رو از مادر جدا میکنه و میندازن دور. حالا متاسفانه من تو مازندران شنیدم که اینا رو میندازن تو رودخونه، تو رودخونه که بچه بمیره. یا خدمت شما عرض کنم تو شهرهای خشک، تو شهرهای خشک مثل تهران میری پایین به سمت اصفهان و به سمت کرمان و اینا رو خواهد چوپانا، من چیزی که دیدم دارم میگم خدمت، چوپانا زمین رو میکنن، بچه هایی که همون لحظه به دنیا آمدن خاک میکنن، خاک میکنن. من اینو مستندش حتی دارم، بچه ها رو خاک میکنن اونجا. من نمیدونم کی میخواد این اخلاق بد روستایی های ما عوض بشه، خدا میدونه. حالا شما فکرشو بکنی همین روستایی هایی که ادعای بریم پای صحبتشون بشینی خیلی ادعا دارن، اینه اینو نگاه آشغال هم ببینید، بعد انتظار دارن که مثلا طبیعت هم باهاشون خوب رفتار کنه. این رودخونه شونه، این رودخونه شونه، اینم زباله هایی که میریزن توی رودخونه، بعد همین آب میره تو زمین های کشاورزیشون،
با همین آب میوه و برنج اینا تحویل دیگر مردم میدن، یعنی با همین آب کثیفی که خودشون آلوده کردن محصولات کشاورزیشون رو پرورش میدن و همین محصولات کشاورزی رو دوباره به خورد مردم و به خورد خودشون میدن. خب این میشه چرخه طبیعت، این میشه تاوان دنیا، این میشه تاوانی که باید طبیعت به طبیعت پس بدیم. بعد بچه هاشون میبینید آسم دارن، بچه هاشون مریضن، بچه هاشون سرطان میگیره، بچه هاشون با موتور تصادف میکنه میمیره، ماشین میزنه لهشون میکنه. اینه، به خاطر اینه، به خاطر این چوب طبیعته، به خاطر این آشغالایی که اینجا میریزنه، به خاطر کثیف کردن رودخانه هاست، به خاطر دور ریختن این جور حیواناست که از مادر جداشون میکنن و اینا رو میریزن دور. اینا همه چوب داره، اینا همه تاوان داره. ما کی حالا اینا رو میخوایم بفهمیم؟ خدا داند. ولی من امید دارم، توکل به خدا، مردم ایران آدمای با فرهنگی هستن، انشالله به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. بسیار ممنون از ایشون و ممنون از دوستانی که با ایشون همکاری میکنن. بعدم نشون میده که میرن این بچه ها رو، یا به قول من و شما طول سگ ها رو، در ماشین میذارن و میرن. ما یه روزی پیشنهاد کردیم اگر یه آدم خیری پیدا بشه یه ماشینی برای اینا بخره که این به صورت مینیون باشه، مینیون نصف مینیبوس، توی این اینا بتونن یه وسایل رو بذارن که وقتی میرن یه جایی یه سگی مجروح شده، خونریزی داره و اینها، ماشینای خودشون خونین و کثیف و مریض و اینها به اصطلاح چیز نباشه، بعدم ضمناً به اون سگه بتونن همون موقع الکلی، زخمی، بخیه ای چیزی همون موقع انجام بدن. خبری نشد. وقتی هم با دوستان در ایران صحبت کردم گفتن آقا به این سادگی که شما میگی نیست، قیمت ماشین خیلی گرونه و چنین و چنان. ولی پتیک برای من نوشت که به آقای حسین محمدی بگو برو سراغ ارمنیای اون شهر. یادتونه اون شعره که میگه یه بچه ای از باباش که آخوند بود پرسید مسلمانی چیه و اینها، گفت مسلمانی به اینه و به اونه و به اونه. بعد حالا یه بچه یا خود آخونده گفت که اگر بخوایم بر اساس اینها بریم توی این شهر تنها یک مسلمان هست، اونم فلانیه که ارمنیه. در صورت من به نوبه خودم از ارمنیا ممنونم، چه اون موقعی که کامیونای پدر من رو تعمیر میکردن، سراغ آذری و اون کجا بود دیگه، چی امیر حضور بود، چهارراه امیر حضور، گاراژ بارکش، زاون، گارنی، وارنر، یا اینا بودن. در صورت اون بنده خدا هم حتما پیر شدن، همونجوری که پدر من 92 8 و 16 24 سال هست الان فوت شده. البته پدر من واقعا برای ایرانیان هم حتی در سن نسبتا جوانی 67 سالگی فوت شد و بماند. دوشنبه است و بیایم از زنده ها صحبت کنیم. خب فاکس نیوز صداش از دست دونالد ترامپ و دروغاش برآمد. دونالد ترامپی که تا 3 ماه پیش میگفت تمام این آمار و ارقامی که دولت میده دروغه و اینا اگه میگن 5% بیکاری باور نکنید، 20%، 29%، 30%، من میگم 42%، همین پدر سوخته حرومزاده شالاتان کثیف و پلید امروز میگه که به این شماره ها اطمینان کنید. بعد اون دوست اون میگه آقا شما چرا 8 سال گذشته درباره باراک اوباما صحبت نکردی؟ من کردم، شما توجه نکردی. بزرگترین صحبتی که کردم همین بوده که 4 سال پیش دیگه به باراک اوباما هم رأی ندادم، گفتم این پدر سوخته از سفیدان بدتره، چون این سیاهی هست که به سفیدان میخواد ثابت کنه که من سفیدم، منو توی کلوپ خودتون راه بدید. شما دوست عزیز امروز همونجوری که از این ایمی گودمن هم ناراحت شدید، شما عصبانی هستید، از هر کسی که با شما مخالف باشه عصبانی هست. بابا دوست نازنی، خواهر گلم، برادر عزیزم، من میگم که این هم مثل اونهاست، شما به این امید نبند. شما میگی نه اونا اینجوری باید به این امید ببندیم، شما یه دلیل خوب به من نشون بده که ما به این امید ببندیم.
بچه هاشو نگاه کن، همسایه قبلیشو نگاه کن، این زنی که الان خوشحاله که یه نفر آمده اینجا، این زن سیکرت سرویس نه چی میگن خدایا اسکورت بوده، یعنی مردا بهش پول میدادن شب باشون بره شام بخوره، برن سینما، برن تئاتر، بعدم خدا میدونه تا صبح چه کار کنن. چرا گول خودتون میزنید؟ این خوشحاله که از یه جای ناکجا آباد توی ده کوچولو اسلوونیا نمیدونم آمده اینجا، قاچاقی اینجا مونده، بعدم اینو اون ببخشید ها کی پاسش میدن به هم دیگه، موقعی که کارشون تموم شده میدنش به اون بعدی. برید بخونید ماجرای آشنایی اینو با دلار ترامپ. یه دوستش اینو میخواسته از سر خودش رها کنه، میندازد جلو این، بعدم این میاد میچسبه و میبینی بعد پولدار و اینها. حالا میگه من خوشحالم که از مقام زن سوم بودن دونالد ترامپ شدم فرست لیدی، شدم بانوی اول آمریکا. اینها همه یه مش فاحشه، یه مش دیوانه، یه مش والله ببخشید این دیوانه ها رو نباید بی‌احترامی کنیم باشون، دیوانه که تقصیر خودش نیست، حالا یا طبیعت یا خدا یا هر چیز اونا رو دیوانه کرد، ولی اینا یه مش فاحشه هست. فاحشه هم اون کسی که از روی اجبار میره تن فروشی میکنه، اونم قابل احترامه. من نمیدونم اصلا به اینا چی بگیم. هرچی هم به شما میگیم بابا امیدواریم ما اشتباه کنیم، شما درست بگیم. ما امروز قرار بود با دو نفر صحبت کنیم، بعد آقای رضا پیرامون که ماشاءالله ادعا میکنه خبرنگار و روزنامه‌نگار و بردپور سابقه است، میگم آقا به وقت نیویورک، میگه من توی ترکیه هستم، شما به من بگو به وقت اروپا چه کی میشه، من خودم با وقت اروپا تطبیق میکنم. میگم آقا قرن 21 سال 2017 است، برو بزن ورلد تایم یا برو بزن نیویورک تایم، هر وقت نشستی جلو کامپیوترت، استانبولی، ترکیه هستی، آنکارا هستی، ایران هستی، تهران هستی، برو بزن نیویورک تایم یه علامت سال، اگه دیدی مثلا 6 صبح برات می‌نویسه اینجا چه تایمیه، ببین چند ساعت ما جلویم یا عقبیم. به نظر میرسه که شماها جلو هستین، ماها جوان‌ترین، اینجوریه. چون مثلا الان اگر توی ایران 10 شب باشه، بیا من الان اینجا میزنم دیگه، نمیخوام بپرسم اگر می‌نویسن تهران چه تایمیه، اگه این کامپیوتر ما اسم ترامپ که میاریم این هم یوبس میشه، گیر میکنه، تکون نمیخوره. بذارید من با این اینترنت اکسپلورر، دوستانی که با اینترنت اکسپلورر کار میکردن، اگر اینترنت اکسپلوررتون یه علامت یه خط طلایی زرد روش نیست، بیل گیت بهتون کلک زده، به جای اینترنت اکسپلورر ویندوز ایج فرستاده، یا بنویسیم اینجا والا نمیدونیم چی کار کنیم از کجا، بعد بنویسیم تایم این تهران. راستی ایران همه جاش یه ساعت داره، یه وقت داره، یعنی شمال و جنوب که معمولا یه ساعته، شرق و غربش ساعت فرق نمیکنه، یا اینقدر کشور بزرگی نیست که فرق کنه. بفرمایید الان نوشته 9:55 دقیقه است در IRST on Monday، یعنی دیگه IRST هم نمیدونم تایم این ایران، بر 82 میلیون هم نمیدونم جمعیتش، والا بعضی ها میگن 17 میلیون شهر تهران. در از صورت تبلیغ هم کرده این پایین فلای لوفتانزا، با لوفتانزا برید تا ایران 669 دلار. خب این از رضا پیرامون. یه دوست همشهری داریم که از ایشون خواستم چهارشنبه مهمون ما باشه، دلیلش هم براشون نوشتم که چون وقت عوض شده خیلی ها امروز منتظر ما ساعت 3 هستن به وقت جدید، و بهتره که با هم چهارشنبه باشیم، به دلیل اونم که میخوام 32 دقیقه هم فیلم سوپر استار رو براتون نشون بدم، حتما این فیلم رو ببینید، لینکش هم زیر یوتیوب میذارم هم زیر فیسبوک میذارم. دیگه شما وقتی تلویزیون ما رو از اینترنت میبینی، مگر اینکه از ایران ایرانیان آی پی تی وی ببینی روی تلویزیون، که اونم باز اکسس به اینترنت دارید، یعنی دسترسی به اینترنت دارید. دیگه نمیدونم چه کار باید کرد، تغییر ساعت در آمریکا رو گفتم، باید به دوستانی مثل کانون آوا که سر ساعت 12 روز جمعه با ما خواهند بود بهشون بگیم که 11 ما 12 شد، به قول هادی خورسندی آبمون شد واتر، نونمون شد برد، جمعهمون شد یه شنبه، ای وای بر من، ای وای بر شما.
و اما بچه های آقای حسین محمدی رو نشون دادم، اگر امکان داره براتون بهشون کمک کنید، اگر نمیتونید به ما کمک کنید، ما تا اونجایی که بتونیم کمک میکنیم. ولی وقتی شما به ما کمک میکنید، ما به اونا کمک میکنیم، ما این وسط باید یه مالیاتی، یه پولی به دولت آمریکا بدیم. و اما شب عید است، عیدی ما فراموش نشه. این از این bad news. First this tab has crashed. خب چیکار کنیم؟ مازیلا crash report restore this tab. اوکی. آقای مازیلا فایرفاکس هم که اینقدر به خودش ادعا داشت و چیز بود، میگه که crash کرده. crash برای ماشین یعنی تصادف. ولی بله، خیلی ممنون. ببینم یه دوستی به نام دورا، اگه اشتباه نکنم دورا درست میگم، ما دوستی داشتیم اسم دخترش دورنا بود، بعد آمریکایی‌ها تو مدرسه اذیت میکردن، میگفتن دورناب. دورناب یعنی دسته در، دستگیره، چی میگن، مال در. بماند. من ممنونم از این دوست عزیزمون. اگر تمام دوستان این کارو بکنن چقدر عالی میشه. خیلی ممنون دوست عزیز، بازم ممنون و متشکرم. نوشته که این، اما این حرفا را ترجمه میکنن، کار دستت میدن. شما دارید راجع به رئیس جمهور و همسر او اراجیف و زن و نمیدونم چی نوشتی. دوست عزیز، آمریکاست. اگه قراره تو ایران راجع به خمینی و خامنه ای حرف زدیم، بگیرنمون. تو آمریکا هم راجع به ترامپ و زن فاسدش اگه حرف زدیم بگیرنمون، من ترجیح میدم منو بگیرن بیفتم زندان و دیگه اقلا بفهمیم که بابا تو دنیا آزادی نیست. این از حالا تا اون موقعی که اونا نگرفتن، شما به قول معروف خیلی بیخود. و همسر او اراجی و نه نمیفهمم. آن دورا سایاس، نمیدونم، ولی شما با فارسی می نویسید اینها. حالا اسم این دورا و اینها اگر ریشه فارسی داره که فبه ها، اگرم نه اسم اسمه، اصلا اسم معنی و اینها هم نداشته باشه، نداره. در صورت انجمن جهانی آزاداندیشان خداشناسان غیر مذهبی آقای جاوید شهافر، اگر نگاه کنید، خواستید تلویزیونشون رو نگاه کنید، الان توی مراحل آزمایشیه. بذارید من این صدا رو ببندم ولی به شما نشون بدم. این بالای صفحه ما کمرای دو نگاه کنید، شما هم میتونید این بالا آگهی داشته باشید. بعد الان عوض میشه، 10 ثانیه میاد انجمن جهانی آزاداندیشان توی پرانتز خداشناسان غیر مذهبی. دوستان تفاوت دین با مذهب رو باید یاد بگیریم. بعد ببینید آقای ماز جبرانی و الی آخر. دست داد این دو وقتی که آمد، شما نوشته برای تماشای تلویزیون آزاداندیشان اینجا را کلیک کنید. دیر کلیک کردم، رفت روی تبلیغ خودمون. اب نداره، یه بارم تبلیغ خودمون رو نشون بدیم چی میشه. این دو اینجا، بله ببینید الان ویدیوی ایشون داره کار میکنه. اگه کسی هم یکم بیشتر وارده، اون بالا آدرس یو آر الش هست که فرقی هم نمیکنه. سرعتی که کانکت میکنید، چه شما اینجوری بزنید چه اونجوری بزنید، یکی هست. و امیدوارم به زودی ویدیوهای جدیدشون رو هم بذارن. سوپر استار دیوار مهربانی، 32 دقیقه آخر برنامه خودم رو اختصاص میدم به اونها. از پتریک پوزش میخوام که اون روز این عجم و عجب رو من قاطی کرده بودم، درست نمیدیدم. آقای چمنارا درباره فردوسی، عجم زنده کردن بدین پارسی، برنامه ساعت 4 پخش میشه. انجمن رو گفتم، آگهی 19 مارس، 7 روز دیگه عید هست و یک شنبه همین هفته، امروز 13 همه، یعنی 6 روز دیگه ما با اجازتون. این تعارفات چی با اجازتون؟ کی از کسی اجازه میخواد؟ من دارم میرم اینجا، شما مگه دوست داشتید توی این منطقه بودید تشریف بیارید، خوشحال میشیم. ولی دیگه اونجا صحبت از تلویزیون اینها نباشه، صحبت از سال نو باشه، صحبت از شادی باشه و امیدوار باشیم سالی بهتر در انتظار هممون باشه. جشن با شکوه نوروز 1396، یک شنبه 19 مارس. و گفته که آقای شهاب و آقای متین الهام میان با شما هستن، یک گروه رقصی هم به نام
زندگی میکنیم تا برقصیم یا میرقصیم تا زنده باشیم، هر جوری دوست دارید. اونجاست ماهی پلو، سبزی پلو با ماهی، و نوشتن درس ساعت 7 باز میشه، محدودیت سنی ندارن، از 9 ماه تا 99 سال تا چه میدونم 109 سال همه میتونید برید. تیکت اگر زودتر بخرید، بلیت اگر زودتر بخرید 65 دلار. و راستی بلیت فکر کنم کلمه فرانسویه، به ایرانی باید چی بگیم برای تیکت بلیت؟ و اگر نخرید اون روز دم در 75 دلار. آه ببخشید، تا دهم نوشته بودن 65 دلار، از دهم به بعد 75 دلار. حالا من میخوام از این دوستون آقای آرمان شهبازی بخوام که شماها اگر زنگ زدید بگید ما از تلویزیون مردم دیدیم و به شما همون 65 دلار حساب کنه، حتی دو سه روز دیگه. و شماره تلفنشون هست 571 335 1970. من اون روز یه آگهی هم کردم برای رادیو کیان ایران و خیلی ممنونم از اون دوستی که با من هم عقیده بود و گفت که آقا خب برنامه شما در سوئد هم پخش میشه، در نتیجه بینندگان سوئد هم میتونن آگهی های اینها رو ببینن. من میدونم دوست عزیز، من با شما هم عقیده هستم، ولی ما ایرانی ها هنوز یاد نگرفتیم تبلیغ کنیم برای بیزینسمون. میشینیم از بی مشتری مگس میپرونیم، بعد میگیم ایرانی ها نمیان. ولی اگه یه نفر وارد شد بهش که آقا خب یه پولی بده، 4 تا روزنامه، 4 تا فلایر، پوستر، تلویزیون، میگه پول ندارم. اونی هم که وضعش خوبه میگه من الحمدلله وضعم خوبه، مشتری دارم، دیگه آگهی نمیخوام. شما به ما بگید ما با این ایرانی ها چه کار کنم. این هم از خب بریم سراغ نوشته ها و ویدیوهایی که براتون گذاشتم. و I was hoping not to send this anyway. حالا فرستادیش، من الان وقت ندارم، بعدا نگاه میکنیم. بله میدونید که چهارشنبه سوری، یعنی آخرین سه‌شنبه سال میرن، اون وقتا میگفتن قاشق زنی، نشون میده که ما ایرانی ها حتی در زمان پادشاه هم چقدر وضعمون خوب بوده. باید اگر گرسنه بودی یه چادری مینداختی رو سرت میرفتی تق 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 که صدات هم نشناسن، قاشقو میزدی به دیگ، اونام یه چیزی مثل همین جشن هالووین مسخره. اینجا از سیری این کارو میکنن، گویا در ایران از گرسنگی این کارو میکردن، میرفتن قاشق زنی. حالا قبلش هم از روی آتش میپریدن. بله یه آقای احمقی آمد و گفت که این پدران ما نمیدونم عقب افتاده بودن که از روی آتش میپریدن و اینها، ولی وایسید همینجا خدا وکیلی وایسید. اگر ما تا امروز چهارشنبه سوری نداشتیم، امروز آخوندا به شما میگفتن اگر مریض هستی، رنگت زرده، برو آتیش روشن کن، از روش بپر، بگو زردی من از تو، سرخی تو از من، فردا شاد میشی، خدا وکیلی اگه به خدا ایمان بده، اگه نداری وجدانن من و شما چی میگفتیم؟ نمی گفتی این کره خرات چقدر احمقن، چقدر خرافاتین، چجوریه که یک بام و دو هوا هستیم؟ برای اینا خرافاتیه، برای اینا حماقته، ولی برای ما که اصلا نمیدونیم هم چه کسی این سنت رو گذاشته، این بزرگ داشتن فرهنگ ما هست، فرهنگ غنی. میگم آقا این کجاش صحبت از غنی بودن میکنه که گرسنه های یک در همسایه من و تو ازشون خبر نداشته باشیم، شب بیان با قاشق و قابلمه بزنن، این کجاش فرهنگ غنیه؟ آقای چمنارا اینم یه سوال بعدی، عجم زنده کردم بدین فارسی، به قول پتیک عجب زنده کردم بدین فارسی. شاید گذاشته بود ما مثل مصر عرب می شدیم وضعمون بهتر بود. یه فیلم می دیدم این ویکند به نام رندیشن اگه اشتباه نکنم، این فیلم رو حتما ببینید، چند تا اون هنرپیشه معروف داخلش هست و اینا، و باز اگه اشتباه نکنم داستان بر اساس، یعنی ماجرای این فیلم بر اساس یک داستان حقیقی هست که یه نفر میره
ماموریت از طرف شرکتش بعد که میخواد برگرده، این همین ماجرای هوملند سکیوریتی و این قانونای جدیدی که گذاشتن که نمیخوام بگم اصلا کار نمیکنه، چون همیشه هم میگن نه ببین خوب کار میکنه که تا امروز اتفاقی نیفتاده. این اتفاقایی که افتاده چی؟ که همش هم شما میگید ما داشتیم تو لیستمون بود، داشتیم نگاش میکردیم. در صورت فیلم رندیشن، بذارید من ببینم اگر پیدا کنم بهتون چیشو نشون بدم که فیلم عوضی نبینید. همینه رندیشن، بله سال 2007 هم ساخته شده و من تعجب کردم چند تا هنرپیشه چیز داخلشه، چند تا هنرپیشه بزرگ، یعنی الان اسماشون یادم رفته، هر طرف میگه از بس بزرگن تا اسماشون هم یادت رفت، ولی اینا هستن. این آقایه که توی فیلمی بازی کرد، بعد این آقا، این خانم جوان، و اینم کی، خدایا سوزان سرانده، نه اون یکی دیگه، میرستر یه چیزی اینجوری. من خیلی این اسمای هنرپیشا و اینا رو یاد نمیگیرم، خواننده و اینا. در اصل این فیلم رو دوستان اگر تا حالا ندیدید حتما ببینید. میگه CIA analyst نمیدونم question his assignment after witnessing an unorthodox integration، معنی بازجویی. و داستان خیلی جالبیه وقتی که ما، اتفاقا من تو خود فیلمه دیگه به این از چی رسیدم، خب بابا بعضی از اینا رو، اینا اگه شکنجه ندن به اصطلاح حقیقت رو نمیگن. فیلم رو براتون خراب نمی کنم، برید حتما این فیلم رو ببینید. احتمالا چون مال سال 2007 الان میتونید با چیزای ارزونتر هم ببینید از آمازون اینها. ببینم چند نوشته، 2.99. من توی ویدیو آن دیمند، چون فیاض چیز دارم، ورایزون و فیاض دارم، ما 150-60 دلار گوشمونو میبرن، توی اون بود مجانی نگاه کردم و دیدم که یه دفعه خواستم نگاه کنم، ولی اونجایی که شکنجه میدادن، با وجودی که آدم میدونه این فیلمه، آدم میدونه این هنرپیشه رو مثلا شکنجه ندادن، ولی باز اون حالتی که خودتو میذاری جای اون، توی یه جای سیاهی، توی یه جای سردی، توی صندلی آهنی سردی، لختت کنن بشین اینا. فیلمه رو گفتم بابا دیگه 3 دلار بده به من، سینمام نمیخواد بریم. در اصل این فیلم حتما ببینید، اون وقت میفهمید که اینا دروغ میگن. دروغش اینه، شما قبول دارید که اینا میگن ما هیپنوتیزم قبول داریم، بابا پلیس رو نمیدونم چی که گم، یه جا که یه قتل اتفاق میفته حتی پلیس میره سراغ این کفشناس و آیندگوها و اینا، بهشون مثلا میگی بله من دارم میبینم یه جایی ماشین نزدیک رودخانه نمیدونم وایساد، یه جایی کند و جنازه رو گذاشت اونجا، اینا میرن زمین زمون نمیدونم. اگر هیپنوتیزم رسیده به اون درجه ای که اینا میتونن هیپنوتیزم، اگه قرص هایی هست که میتونن بدن به یک کسی که طرف بتونه دیگه نتونه دیگه خودش رو کنترل کنه، مغزش رو کنترل کنه، دروغ بگه دیگه، این از همه اینا گذشته. جان مکین که خودش شکنجه هم شده گفت شکنجه کار نمیکنه. شکنجه معمولا اون اگر مقاوم باشه که شما انقدر شکنجهش میکنید تا بمیره، اگر هم کسی باشه که مقاوم نباشه به شما اون چیزی رو میگه که شما میخواین. اصلا میگه شما چی میخواین من بهتون بگم، دست از سرم بردارید. ببینید حتما این فیلم رندیشن، اینو ببینید. اینم از این برنامه. و ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. بله آهان، راجع به چهارشنبه سوری بود، نوشته که نظر به نامساعد بودن هوا جهت، میدونید ما دیروز و پریروز اینجا هیچ گفتن منتظر برف هستیم، اومدن تو خیابونا آب نمک که نه، یه کمیکالی، یه مواد شیمیایی میریزن که خطای سفیدی شما میبینید، اینا همون نمک دیگه، خود نمک هم یه چیز شیمیایی میریزن که وقتی برف میاد این آب میشه. من همیشه میگم نمک برای چی میریزن؟ قدیما که بچه بودیم، بعد نگو که نمک یخ رو آب میکنه، حتما شیش بالان دیگه، درجه یخ زدنش بالا، این ما چیزای شیمی من بلد نیست. و قراره که ما امروز تا فردا بین 6 اینچ تا 12 اینچ چی داشته باشیم؟ برف داشته باشیم. برنامه‌های زیادی هست توی این قسمت آمریکا،
ویرجینیا، مریلند و نیوجرسی، یعنی طرف شرق آمریکا که بغل دریا هست. و این دوستان توی نیوجرسی نوشتن نظر به نامساعد بودنه. بذارید براتون این رو نشون بدم. والا کارمون شده همش تبلیغ مجانی برای دوستان. نظر به نامساعد بودن هوا جهت برگزاری جشن چهارشنبه سوری در نیوجرسی در تاریخ سه‌شنبه 14 مارس جهت رفاه هموطنان، برگزاری این جشن همراه با فرارسیدن نوروز به تاریخ چهارشنبه 22 مارس در همان محل تغییر داده شده. ضمناً مراسم 13 به در نیز از یک شنبه دوم آپریل به شنبه اول آپریل تغییر داده شده است. این هم از این دوستان. و بله، آقای چمنارا نوشته که فکر کردم برای هفته آینده، اینو چون دو سه روز پیش نوشته بودن، منظورشون این هفته است. میدونید که آقای چمنارا قرار شد که هفته یه بار جمعه ها برنامه داشته باشن، بعد که آقای نصر احمدی نشون داد که خیلی دلنازکه و آزرده شد از اینکه من نامه آقای مصطفی زاده رو خوندم، آقای چمنارا گفت خب ما کاری بهشون نداریم، ما برنامه رو ادامه میدیم، حالا به جای جمعه دوشنبه ها یه ویدیوی رو میذاریم و شما هم پخش کن. الان یه کمی سرما خوردن ایشونم مثل من. آب بخورید آقا، آب بخورید، ویروس های پدر سوخته از بدنتون بره بیرون، فقط ویروس های پدر نسوخته بمونن داخل. نوشتن که فکر کردم برای این هفته جای خالی مرا با ویدیوی پارسالمان پر کنیم. علت این کار هم آن بود که دوست فرهیخته ناشناسم که نشناخته خیلی دوستش دارم جواب سوال شما را نداده بود. منظورتون حتما دکتر رستم جمشیدی و اون برنامه‌ای که گفتم براتون. اگر بتوانید قبل از پخش ویدیو دو کامنت مرا در جواب سوالتان بخوانید و بعد ویدیو رو به نمایش بگذارید، بینندگان بهتر متوجه موضوع می شوند. جواب سوال شما را که گویا یک سال پیش خدمتتان رسیدم توضیح دادم که زیلن، من از کلمه زیل و زیلن بدم میاد، نمیدونم چرا، زیلن ویدیوی یک ساعته آن را می بینید، ولی به طور خلاصه وقتی ایران به خاطر حکومت و نفوذ بلا منازع آخوندهای زرتشتی در اواخر دوران ساسانی به دست اعراب که دقیقاً مثل داعش امروز بود افتاد، اعراب با نابودی هویت و فرهنگ ایرانی 200 سال بر این ملت حکومت کردند که به دو قرن سکوت معروف است. یعقوب لیث صفاری اولین ایرانی بود که زبان عربی را بر نمی‌تافت. دنبال رو افکار یعقوب پادشاهان سامانی بودند که خدای نامه یا شاهنامه و داستانهای کهن ایرانی را از پهلوی به فارسی ترجمه کردند. شاهنامه ابو منصوری به نصر متعلق به این دوران است. اولین شاعران فارسی مثل رودکی عنصری هم متعلق به این دوران است، ولی اولین کسی که همت کرد داستانهای کهن و شاهنامه ابو منصوری را به شعر بنویسد، یعنی از نصر به نظم درآورد تا که در خاطره ها باقی بماند، دقیقی بود که بعد از هزار بیت آن هم درباره آمدن زرتشت عمرش کفاف نداد و از دنیا رفت. ولی فردوسی با 30 سال زحمت 50,000 بیت شعر و شاید 60,000 بیت شعر از روی داستانها شاهنامه های به نصر را جمع آوری و سرود. همانطور مردمان زیادی هستند قرآن را از حفظ می دانند و تیمور لنگ آن را از آخر به اول از بر می خوانده. 1,000 نفر خب آقا از آخر به اول بخونن که معنی نمیده که، یعنی جمله ها را از آخر به اول می خوانده. مثلا اگه بگم من سربی هستم، اون می گفته هستم من سربی، یا من سربی هستم رو آخر کتاب میخونده. بابا اینا همش چاخانه. این مثلا میگم، این دکتر رستم جمشیدی میگفت محمود غزنوی صدا زد گفت بیارید فردوسی رو، فردوسی رو آوردن، گفت تو اینقدر از رستم تعریف میکنی، آن نه که اسم خودشم رستمه، اسم از رستم تعریف میکنی، این سربازای من خیلی از رستم بالاتر توشونه.
آخه کی اونجا بوده که اینو بنویسه، تعریف کنه، بعدم جرأت کنه فردوسی همونجوری بشینه بعد به اون بگی که نه فلان من یه آدم دروغین درست کردم از سیستان و بلوچستان آمده، قد نگو، بگو سر به ناز، نمیدونم پهنای شونه نگو، بگو فلان. بابا این داستانهای قول و سیمرغ و اینها همه دروغه، ولی چیکار کن؟ تو آمریکا هم به بچهش دروغ میگه، میگه دندونت افتاد بذار زیر بالش یه فرشته کوچولو میاد بهت پول میده. تو آمریکا هم به بچه‌هاشون دروغ میگن، میگه شما بگی بخواب شیر و بیسکویت بذار برای سانتا کلاس، بابا نوئل، بابا نوئل از این سوراخ بخاری میاد پایین. حالا شما خودتون فکر کنید این سوراخ بخاری یا شومینه یا چیمنی معمولا در ایام کریسمس همه زیرش آتیشه دیگه. این بابا نوئل من نمیدونم بواسیر داشته که میخواسته بیاد فلانش گرم بشه. یه دوستی برای من نوشته بود که چهارشنبه سوری پیشا پیش مبارک، گفتم والا من هیچ مبارکی ندیدم تو این. یه عده بچه میسوزن، یه عده ترق نمیزنن پشت زن سر زنای حامله اونا بچهشون میفته، یه عده نمیدونن کور میشن و فلان، یه عده هم که مثل آدم میپرن تازه شلوارشون آتیش میگیره. بعد ایشون نوشت شلوار شما آتیش گرفته، گفتم نه خانم یه حرفا چیه، ما شلوار نداشتیم که، ما با کون و پتی میپریدیم. گفتم من احمق نبودم از آتیش بپرم، والا تو شیراز ما این کارو نمیکردیم. حالا شما هر چی میخواین بگید. یکی بیاد به من بگه که آقا ما مثلا مدرسه احمدی دم نمیدونم تنوره بوغیری ها، سرا احمدی، سرا پهلوی، خیابون نمازی، نمیدونم دم حسینیه چی بود، ارشاد ابا عبدالله حسین آسونه، ما شب چهارشنبه سوری داشتیم از رو آتیش میپریدیم. اونو نداشتیم، ولی حماقت شب عمر سوزون داشتیم، یه جور دیگه آتیش بازی، یه جور دیگه خود سوزوندن. یعنی خریت یه راه دورا نیست. حالا میدونم همتون رگاتون زده اینقدر آقا به ما میگه خر، نه آقا شما خر نیستی، شما خر بالدار هستی. ببین چه جوری از رو آتیش میپری، ماشاءالله مونده دو تا بال در بیاری، بپر دنیا درست میشه. اون آخوندی هم که گفته این مراسم فلان میساره اون خره، ولی اگر گفته بودن اونا و من و تو امروز نشسته بودیم اونجا میگفتیم نگاه کن این پدر سوخته ها چقدر خرافاتی هن. میگه برو آتیش را بنداز از روش بپر، دردت درست میشه، مشکلات دردت درمون پیدا میکنه، مشکلاتت حل میشه. بابا جون کارمون خیلی خرابه. حالا ایشون نوشته توی 30 سال 60,000 تا شعر گفته. ما این ماشنیسا اونم گم شد که گم شد رفت. و دوستان اگه دارید یه ماشنیسا برای ما بفرستید، 3 تا 4 تاش دارم این ور بر. یکی دوست دارم چون اولا از آلمان 32 سال پیش اینو خریدم، چقدر هم گرون بود اون موقع، فکر کنم مثلا 27 مارک و همینجوری کار میکنه، از سولار هم هست، یعنی با نور کار میکنه، چون نور لازم نیست فقط نور آفتاب باشه، نورای اینجوری هم روشن چی میکنه. بمانه شما آقای مهندس سهراب چمنارا، اون موقعی که برق نبوده و چراغ بوده و زمستون و تابستون، به من بگو ایشون هر روز هفته کار میکرده روزی چند ساعت، برای من بگو که چند تا شعر میشه در روز، 60,000 تا در 30 سال چند تا شعر میشه در روز. اون وقت ما از شاعرهای معمولی میپرسیم که آقا همچین چیزی امکان داره؟ وقتی من میگم نمیخونه، آقای مصطفی زاده میگه همونجوری که خودت میگی نمیخونه، نمیخونه آقا، یه جای این میلنگه. یا شما باید این بابا نوئل چاق و از این سوراخ تنگ چیمنی بکنی پایین فلانش بسوزه، یا به بچهت بگی دندونت افتاد که افتاد، یه دندون خوب در میاری، این دندون شیری بوده 6 سال 5 سال باید داشته باشیش، بعد یه دندونی در میاری که اگه ازش مواظبت کنی تا 70-80 سالگی هم داریش، بعد از اونم یک دندون مصنوعی بهت میدن که این روزا دندونای مصنوعی هم دیگه مثل اون موقع نیست، تو با دو تا فک بیاد بیرون و اینها پیچ و ماره میشه، خیلی هم قشنگ. شما میخوای به بچت حقیقت رو بگی یا میخوای از روز اول از دندونش که افتاد دروغ بگی، قبلش هم براش نشسته باشی شبا شاهنامه خونده باشی دروغ بر دروغ، بعدم آوردش آمریکا
براش نمیدونم کریسمس بگیری، بگی که جیزس که اصلا تو اون صحرای برهوت اونجا درخت نخل بوده، شما درخت کاج کجا بوده، برف کجا بوده، منگوله و زنگوله کجا بوده. بعدم هالووین براش بگیری، بگی حالا امشب جن میاد تو خیابون را میره، ولی شما کاری به جن نداشته باش، شما فعلا شکلات بخور تا چاق بشی به ترکی. بعدم چهارشنبه سوری حتما از روی آتیش بپرید و الا این فرهنگ غنی ما از بین خواهد رفت و هیچ کس هم جرأت نداره راجبش حرف بزنه، چون میگه آقا اگه گفتم نونم سنگ میشه، فردا اونی هم که $10 کمک میکنه میری کمک نمیکنه، میخوام که کمک نکنه. اگه کسی اینقدر احمقه که من این حرفی که میزنم کمکشو قطع میکنه، بهتر که قطع کنه. من که با کمک شما نه شاه میشم نه گدا میشم، ولی نشون میده که ما چقدر نفهمیم. حالا شما میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد، بله. ولی فردوسی با 30 سال زحمت و 60,000 تا شعر، 60,000 تقسیم بر 30 میشه 2,000 شعر تقسیم بر 365 روز کنید ببینید چقدر میشه. هویت، بله، به علت زیبایی اشعار فردوسی شاهنامه از بر دانسته و به نسل‌های بعدی رسانیدند. شاهنامه فردوسی زنده کننده هویت فراموش شده و از دست رفته ایران است، ولی زبان فارسی از زمان رودکی زنده شد. نگاه کنید خود شما با خودتونم حتی دعوا دارید، یعنی میخوای بگی فردوسی چون شاه و اطرافیانش اینها هی خواستن تبلیغ کنن، ولی حقیقت اینه که بابا رودکی بوده، حقیقت اینه که اون نمیدونم کی بودی قبلی هم شما گفتی ابو منصوری بوده، ولی ما بیشتر تحت تأثیر تبلیغ ها قرار گرفتیم، تبلیغ ها هم دروغ بوده، دروغ محض. حالا در این ویدیو به یک نکته مهم اشاره نشد، آن لغت ترک در شاهنامه است. نمیدونم منظورتون ویدیوی منه یا ویدیوی شما. در اصل دوستان این ویدیوی آقای چمنارا رو در ساعت 4 بعد از ظهر میبینید و اگر روی آرشیو ما هم روی یوتیوب برید 15 آپریل سال 2016 ویدیوی ایشون هست. الحمدلله هرچیمون نامرتبه یه دونه آرشیو مرتب و خوب داریم. اینم از این بفرمایید. اینم این عکسی بوده که دوستمون فرستاده و نوشته چهارشنبه سوری پیشاپیش مبارک. من والا میدونم آدم نفهمی هستم، آدم کم فهمی هستم، ولی توی این هیچ مبارکی نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم که بیاین بریم بعد حالا عکس نشون میدن شاه از رو آتش میپریده، اونم یه نفهمی مثل من و تو، گفته اگه نپرم به هم یارو میگن فلان. هویدا پریده، هویدا بدبخت که دیگه خیلی نفهم بود چون تا آخر عمرش ازدواجم نکرد، البته خوش بود دیگه با این و اونی که تو دست بالش بودن. بفهم چهارشنبه سوری پیشا پیش بهتون مبارک، مواظب پساپستون باشید که نسوزه. یا باید حقیقت رو بگیم یا باید خفه بشیم بریم. من اهل خفه شدن نیستم، پس سعی میکنم حقیقت رو بگم. گویند که هر درد و بلایی به جهان است، تقصیر نمایان شدن موی زنان است. این رو براتون بخونم. تشکر میکنم از این دوستمون که این رو فرستاده و منم براتون میگم که دست شاعرش درد نکنه. عجب شعر باحالی. این شاعرهایی که اسم خودشونو نمی‌نویسن، یعنی یا میترسن یا میترسن، چیز دیگه نداره به غیر از این، من نمیدونم باید بهشون چی گفت. من که میگم ای کاش 6 ماه 1 سال شعر نگن تا بلکه ببینیم دنیا چی میشه. گویند که هر درد و بلایی به جهان است، تقصیر نمایان شدن موی زنان است. چون شال زنان رفته عقب توی خیابان، وضعیت اقلیم چنین در نوسان است. کولاک به پا گشته به ایلام و سنندج، در حاشیه لوت ببین سیل روانه است. عریان شده گیسوی زنی بر لب یک رود، این جرم و گنه موجب خشکیدن آن است. از لرزش اندام زنی بوده به یک رقص، که از گر زلزله در جهرم و رشت و همدان است.
افتاده اگر آتش قهری به پلاسکو، چون موی زنان در ملأ عام عیان است، یا جام شرابی شده نوشیده به یک بزم، طوفان شن و ماسه به اهواز وزان است، یک خواب بدی دیده بزرگی که ز ساپورت، این ساپورت این شلوارایی که زنا میپوشن، مثل جوراب شلواری میپوشن، تو ایران میگن خیلی از استفاده میکنن، آتش دماوند به حال فوران است، گویی که خداوند فقط داخل ایران، آن هم فقط از پوشش زنها نگران است. اینم این شعر. خب این شعر رو ما خوندیم، درست شد، تموم شد، همه چیز تموم شد. حالا من یه ویدیویی دارم، اتفاقا اون ویدیو رو آقای سهراب چمنارا فرستاده، ولی یه دیوانه‌ای به نام حسین کمپانی اونو فرستاده، بعد ایشون هم فرستاده، من اون ویدیو رو به شما نشون میدم، شما به من بگید این شاعره بهتر توضیح داده یا این ویدیویی که الان بهتون نشون میدم. یک لحظه صبر کنید. آها، اون روزم من درباره یه پسر جوانی که از وایس آف امریکا رفت ایران و اینها، آقای کیانوش سنجری بود توی همین کانونم میمد، چند بارم در رابطه با آقای عزیزان به من زنگ زده بود، ولی آقای سنجری حالا خوشحالم که آزاد شدی. پس عزیزان درست میگفت، شما همتون میگفتید عزیزان مأمور جمهوری اسلامیه، عزیزان میگفت نه آقا، من تنها کسی بودم که 2 سال بدبختی کشیدم تو ترکیه، 2 سال چند سال نمیدونم، و اینا یکی یکی اینا بهشون میگن نفوذی، میگه اینا رو فرستادن، شما مال بعد بلند شدی رفتی ایران، بعدم نوشتن گرفتنت، بعدم آزاد شدی، حتما حالا بعدم میای بیرون، یه مقام بالاتری، یه کتابی، یه جایزه ای. اینم شد ماجرای کمپوزیسیون ما. خب بذارید ببینم من این ویدیوی آقای چمنارا رو میتونم براتون پیدا کنم، تو همین هین و وین براتون بخونم ماجرای مصدق رو، که چرا مصدق از سر ما زیاد بود. اولا مصدق اولین دکترای ایران در رشته حقوق، و بعضی ها میگن نه آقا ایشون درسشو تموم نکرد، میگن بابا اومده دوباره برگشته تو دانشگاه است. این مثل آقای محمد رضا پهلوی نیست که نه دیپلمش پیدا باشه، نه لیسانسش پیدا باشه، نه فلان، ولی شاه الله احمد میگن 6 تا دکترا داشته. دکتر محمد مصدق نوشته چه سالی از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شده، برید دفترش اونجا هست پیدا کنید. سکولاریزم مصدق به اندازه دیدگاه‌های دموکراتیک وی برای شرایط جدید ایران غیر قابل تحمل بود. یعنی ما ملت ایران آقای چمنارا با اون همه فردوسی که تو مغزمون خوندن، حتی 50 سال 60 سال پیش شعور و فهم نداشتیم. حالا شما هی بگو که عجم زنده کرده بدین پارسی. به کدوم پارسی؟ سکولار مصدق گفتیم براتون، گفتیم که ما تحمل شد، غیر قابل تحمل بود برای مدت کوتاهی پس از انقلاب. چنین به نظر می رسید که مصدق از گور برخاسته و دوباره به قدرت رسیده است. دبیرستان احمد آباد به اسم وی نامگذاری شد. خیابان اصلی تهران که قبلا پهلوی نامیده می شد، خیابان مصدق نام گرفت. یک تمر یادگاری نیز به نام وی چاپ شد در 5 مارس 1979، یعنی 12th سالگرد فوت وی. جمعیت عظیمی در احمد آباد گرد آمد. این یکی از بزرگترین تجمعات در تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می رفت. این مراسم در واقع تلاشی بود از سوی مردم ایران برای ادای احترامی که در زمان شاه اجازه ابراز آن را نداشتند. مردم ایران با گرامی داشتن خاطره مصدق در حقیقت تمایل خود را به داشتن حکومتی همچون دولت وی اعلام می کردند. دولتی ملیگرا، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون. پنجره‌ای که برای طرفداران مصدق باز شده بود ناگهان بسته شد. نام خیابان اصلی تهران دوباره تغییر پیدا کرد و این بار به اسم 12th امام شیعه نامگذاری شد. سکولاریزم مصدق به اندازه دیدگاه‌های دموکراتیک وی برای شرایط جدید ایران غیر قابل تحمل بود. برگرفته از کتاب همه مردان شاه به قلم استیون کینزر،
من با آقای استیون کینزر دو بار مصاحبه کردم، یه بار در تلویزیون رنگارنگ که اون موقع آرشیو بایگانی نداشت، و یک بار در تلویزیون مردم. حتما اگر تایپ کنید سوربی استیون کینزر میبینید، و ایشون ایران هم رفت و آمد و خیلی هم به اصطلاح جاهای دیگه درباره ایران و ایرانی ها صحبت هایی که میکنه نظرات خوبی داره. و اما جایزه اسکار بود و دیدید این خانمای چیز از اینجا لخت، از اونجا لخت، از پشتشون لخت، از نمیدونم اون چیزی هم که خیلی میخواستن دیگه بپوشونن، یه توری گذاشتن که شما یه کمی هم از ایمجینیشن یا از به اصطلاح فکر کنی دربارش آمدن. ولی جالبتر از همه اینه، این دوستمون اون روز گفتم براتون، یکی گفته آقا من از آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هیچ کم ندارم، یه عربی گفته من کادیلاک میرونم، اونا هم کادیلاک میرونن، اونا پژو دارن، منم پژو دارم. اینجا میگه که این هنرپیشه میگه من از هنرپیشه‌های اروپایی و آمریکایی چی کم دارم. والا من نگاه کردم گفتم ماشاءالله کم که نداره، خیلی هم زیاد داره. حالا شما نگاه کنید ببینید شما با ما موافقید یا نه. کجاست؟ عربیه ولی شما اصلا لازم نیست صداشو بشنوید، فقط خود این بنده خدا رو ببینید. و الان هم که من اینجوری گذاشتمش رو هولد، چه نازی کرده، چشماش بسته و دارن باهاش مصاحبه میکنن. ببینید و بشنوید و آگاه باشید و قضاوت کنید. چی شد؟ الإمارات منصور زايد فخبرينا شو عن أجواء الحفل عموما، عدي لقيت هذا الحفل المهم الليلة حفل المراك. شوف المراك دور هو من الحفل ومن المهرجانات اللي تكون جدا جميلة، وأي إنسان يفرح يكون هو متواجد فيها، خاصة هالكم الهائل اللي أنت شايفه من الناس، من الحضور، من الفنانين، فشي جدا جميل أنه خلاصه براتون بگم. این خانم میگه مگه ما چی کم داریم؟ ما میتونیم مثل اونا لخت بشیم، ما بدن خوب داریم، میتونیم نمایش بدیم، ماشاءالله خدا زیادش کنه انشاءالله. خب حتما ببینید. این هم دوست گرامی آقای حسین کمانیه، نه دوست عزیز، آقای حسین کمپانی. این حسین کمپانی دیوانه یه مدتی با اون دکتر اتفاق شیرازی هم بود، دکتر اعتباری، رامین اعتبار، با اون دکتره که خواننده ناموفقی بود با برادرش، کی بود دکتر نمیدونم، ما هستیم و پسه و هسته و اینا را انداخته بودن، کی بود ما ایمان فروتن، با اینا میپرید. بعد اونا هم دیدن بابا این دیوونن، ولش کردن. آقای چمنارا وقت خودتو با این چیز نکن، برای یک شنبه عصر شما که کمی بخندید. چشم، حالا با هم نگاه میکنیم ببینید دوستان این جای خنده داره یا جای گریه. اینجا الان اون شعره رو یادتونه راجب موی زنان گفت چنین و چنان، حالا ببینید این آخونده توی تلویزیون خود ایران چی میگه. بعدم حتی جایی هم میرسه به فوش خوار مادر، میگه اینم پخش کنید. گوشی داشته باشید دوستان، گوشی بفرمایید. مثلا حدود 40 ساله یک 24 ساعت نیست که مثلا یه روحانی رو نشون نده، یه طلبه رو نشون نده. و اینجور باشه باید مردم همه کشت و مرده روحانیت باشن. حالا مردم های دغدغه دارن که آقا مسئولین خبر دارن ما چه میکشیم، مسئولین از فقر خبر دارن، مسئولین از بیکاری جوان ها خبر دارن. شما هیچ وقت درد این مردم، شما حتی اکثر توی خبر میتونیم بکنیم یه دستور بدین که آقا مشکل برطرف شود، اون آقا هم گزارش میده مشکل برطرف شد، چون نه شما وقت داری ببینی واقعا مشکل، نه صدای مردم به شما میرسه که آقا مشکل برطرف نشد، دارن به شما دروغ میگن. خانم حجاب تو آقا تو بازار دروغ نگو، پسر گوش به حرف بابات بده، دختر جان بدون نظر بابات دوست پسر پیدا نکن. چرا رسانه‌ای که رسانه ملی اسمش ملیه دیگه، ولی خود رئیس جمهوری وقت فهمون رسانه ملی، چرا باید رئیس جمهور یه مملکت خود رئیس جمهوری به رسانه یه مملکت بگه ملی؟ این دیگه از فوش خوار مادر بدتره، همینم هم پخش کنین دیگه. امروز دوران نهانکاری، مخفیکاری، یواشکی، مصلحت اندیشی، مصلحت نیست مردم بدانن، اینو پخش نکنین، اینا دیگه اصلا هیچ مسمو نیست. امروز همه چی علنه، همه چی شفاف. بعد یه کسی بگه چون بی حجابی زیاد شده بارون نمیاد، نه چون قاضی حکم ناحق میده بارون نمیاد. ما اصلا موندیم چه خاکی بر سر کنیم. بله
حالا این دوستان بلند میشن میرن کانادا، ببینیم در 37 سال گذشته چرا اپوزیسیون جون نگره. برای که پدر سوختا، هر کدومتون از یه جای حقوق میگیرید. همین آقای حسن اعتمادی رو الان که آمده میگه که وقتی میخواستن تلویزیون من و تو رو را بندازن ایشون رو بردن و حقوق بهش دادن، خب الان بندازینش بیرون این کثافت رو. اون حسین بور که هر جا آشه این کچلک فراشه، هم کچل هستن الحمدلله، اینا رو بندازید بیرون. وقتی نندازید بیرون یا مش آشغال اینجوری میمونن. رهبرشون میشه اسماعیل نوری ترعلا، یه روز کمونیسته یه روز چیه مسلمان دو آتشه است و الی آخر. کارمون خیلی خرابه دوستان. حالا ما گیر دادیم به فردوسی که عجم زنده کرد یا عجب زنده کرد، در هر دو صورت دروغ 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 وا به اینا. کاکا جون سلام، با تشکر از زحمات شما چک ارسال شد. اگر دسترسی داشتم شما را به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی میکردم، بعد به حسین محمدی، علی حیدری و غیره میپرداختم. ممنونم از شما. اگر صلاح دانستی برای شیر کردن مردم نام من را ببر و بگو با داشتن فقط دو آشنای دور در ایران این کار خیر را کرده، شاید ملت غیور در صحنه به غیرت آیند و کار خارق‌العاده انجام دهند. این هم دوستمون آقای پتیک مهدسیان از ارمنی که هر وقت ما گفتیم یه کسی یه جای کمک میخواد، چه اینجا چه تو ایران، ایشون قدم اول رو گذاشت. از اون بچه فلجی که میخواستن براش یه توالتی درست کنند که اینجور فامیلش به اصطلاح در عذاب نباشن، خودش در عذاب نباشه، تا این حیوانا، این آمد جلو میگه حالا بگو. چرا میگه بگو؟ این بنده خدا یه روزی یه کاری بوده در مملکت، بعد آمده اینجا دیده آقا این مملکت اگر شده شماره یک به خاطر اینه که مردمش کار کردن، رفته کار کرده، امروز هم موفق. حالا که موفقه به این و اون کمک میکنه، میگه آقا من دو تا بچه دارم، بچه هم موفقن، دیگه چی میخوام از این دنیا؟ حالا به شکرانه بازوی توانا دست دیگران رو هم میگیرم. ممنونم، منم خوشحالم که توی دوستی این، توی امتحان دوستی با این سربلند بیرون آمدم. تا گفت آقا من 100 دلار میدم برای این فیلم سوپر استار، گفتم آقا این 100 دلار رو بفرست برای آقای علی حیدری که این کارو کرده، که آمده دیوار مهربانی، یادتونه میگه ما دیوار مهربانی درست میکنیم، میان چیزا رو میدوزن میبرن میفروشن، بعد میگه که نه اینا ندوزیدن، اینا لازم دارن. اون کسی که حتی سیره ولی میاد خوراک میگیره، میگه این از لحاظ وجدان و شرف گرسنه است، ما اونم سیر میکنیم. و این آقا رو ببینید وقتی صحبت میکنه توی این فیلم، من جمعه بود یا شنبه صبح بود، فیلم های اینجوری من دو سه بار نگاه میکنم، هی اشکم در میاد. دوستان اشک ریختن خوبه، به جای این قطره های چشم که هر کدومش هم 6 7 دلاره، اینا اشک چشم از همه چی بهتره. دو سه دلیل: یکی چشمتونو لوبریکیت میکنه، عین گریسکاریه، خشکیش از بین میبره. دوم میفهمید که هنوز وجدان دارید، هنوز تو سینه‌تون که یه چیزی تالاب تالاب میکنه، این به غیر از یه دستگاه مکانیکی دله، قلبه. من خیلی خوشحالم. اینجوری هم نیستم بگم من ماچو و زنها فقط گریه میکنم. باید اون مردی که گریه میکنه هر وقت یه فقیری رو میبینه، هر وقت یک ضعیفی رو میبینه، اون رو واقعا دستش رو هم بوسید. آقای علی حیدری، من از اینجا دست شما رو میبوسم. من همیشه گفتم دست بوسی اینها کار بی خودیه، میگم آقا دست شما رو میفشارم، ولی شماها کسی هستید که باید بوسه زد به دستتون، به مغزتون، به فکرتون که این قدم رو برداشتید. دیوار مهربانی، بعد رفته زنای کارتون خواب رو آورده یه جایی جمع میکنه، ازشون چی میکنه؟ پرستاری میکنه، خوراکشون میده. بله، دوستمون آقای محمد رزاقی نوشته ای کاش به جای ماهی گرفتن و دادن به اینها، ماهی گرفتن رو یادشون بدیم. درست میگی شما، ایشون هم همین کار داره میکنه دیگه. اون خانمه که داره تعریف میکنه میگه من آمدم
نمیدونم در معرض خودکشی قرار گرفته بودن، ولی وقتی اینها به من رسیدگی کردن دیدم که من هنوز به عنوان یک بشر، یک انسان، یک آدم توی این جامعه ارزش دارم. رفتم به کار زندگیم رسیدم، الانم وضعم خوبه، الانم برمیگرده کمک میکنه. مثل اون دوستمون نیست که خانم کهرم بود، گفت آقای صوبی شما به من کمک کردی، من پناهندگیم درست شده، من تا آخر عمر خدمتکار پناهندهای دیگه هستم. هرچی هم عکس فرستاد توی دیسکو بود از شوهری که از یه زن دیگه کش رفته بود و الی آخر ما ندیدیم ایشون به کس کمک کنه. کارمون خیلی خرابه. بله، پتیک که فقط دو آشنای دور در ایران دارد این کار خیر را کرده. شاید شما ملت غیور در صحنه به غیرت آیید و کار خارق‌العاده انجام دهید. حالا چرا وقتی اون دوستم بهش میگم این ویدیوها رو نشون بدم برای چی، میگه شاید ملت به غیرت بیان، میگم خب من و تو نقشمون چیه؟ ساکت میشه. چرا حالا اینجا وقتی این میگه ملت غیور به طعنه و من میخونم چیزی نمیگم؟ برای که قدم اول رو خودش برداشته، فیلمه رو فرستاده، پوله رو فرستاده، کارش انجام داده، شماره تلفن و آدرس طرف فرستاده. ما چه کار میکنیم؟ آقا لطفاً در پخش و تهیه این فیلم ما رو کمک کنیم. کمک کنیم که چی؟ این فیلم پخش بشه که چی بشه؟ یه آقای الان میارم براتون نشون میدم شعر گفته برای ما خارجی‌ها که اینجا نشستیم. این مردک اصلا فکر میکنه ما از صبح که میریم بیرون هی به مردم میگیم سلام من ایرانی ام، سلام من ایرانی ام، سلام من ایرانی ام، بعد اونا میگن چه افتخار بزرگی، چه فرهنگ غنی. مردک اینجا همه مثل ربات، مثل آدم آهنی داریم دنبال نون میدویم. شما هستی پول یا مفتی داری میخوری، هی ملت هم احسن احسن میکنن، میشینی پای منقل یا وافور یا نمیدونم مجلس عرق خوری دو به چهرم میگی. اونم حالا براتون پخش کنم، اینو آقای علی زرابی برامون فرستاد. بله، ضمناً لازم نیست پول کمک کنه و دیگران را وسوسه کند. قصاب گوشت بدهد، خاربار فروش نخود، لوبیا، نانوان، نان. خواهشمندم روغن ریخته صرف امامزاده نکنند و همانطور که علی حیدری بهترین مواد را مصرف میکند اینها هم همینطور انجام دهند. در پایان آرزوی موفقیت برای شما علی حیدری و بقیه دستندرکاران را خواستارم یا دارم. پتیک، منم از شما ممنونم. این ماجرای روغن ریخته و اینها، من میتونم بگم حداقل تو این 20 سالی تو کار تلویزیون هستم، 5-6 سال اولش که من اصلا تو کار پول و تلویزیون و اینها کاری نداشتم، ولی از 2003 تا حالا میتونم بگم حداقل 100 نفر از این روغنای ریخته نظر من، نظر نمیدونم فلان. آقای دکتر ابوالقاسم صمدیانی یادش بخیر فوت شد، میگه آقای سور من هر چی پول داشتم دادم به تلویزیونای شاه اللهی از نمیدونم چی چی، ایران آریایی، فلان اینها، تا امروز که بی پول شدم به هم دیگه محل نمیزن اومدم تلویزیون مردم، حالا انشالله هر وقت بلیت بخت آزمایی بردم لاتاری به شما کمک میکنم. گفتم ای بابا، بزرگ نمی باهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، صمدانی با گونی پول میاد. گو اگه به انتظار شام همسایه نشینی تا صبح از گرسنگی بمیری. اینم ماجرای من و شما. بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. بله، ایام عیده، براتون یه جا خوندم که آجیل فروش ها گفتن در ایام عید و اینها میتونید اینها رو قسطی بخرید، بخرید، ببرید، بخورید، بعدن بیاین پولشو بدید. حالا در همین رابطه من فکر کنم این شوخیه یا جوکه، ولی بعیدم نیست چون اصلا معلومه که اینها عکسه. نوشته پسته با بسته‌بندی جدید برای مهمونهای عید، هر 8 ساعت یک عدد. ببینید پسته رو مثل قرص، مثل کپسول گذاشتن تو این، پشتش هم نوشته پستاشیو چی؟ بله، پستاشیو فنن فونسد یه همچیز. حتما هر کی اینو درست کرده تو اون کشوری که بوده به اون زبون نوشته. و این هم از این ماجرا. و اما ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. بله، میدونید که آقای مهدی ذوالفقاری لطف میکنن و این نشریه The Times of Israel، تایم اسرائیل رو
پخش میکنن که به فارسی هست. اون روز هم خودشون گفت من منظور خاصی ندارم، فقط برای رادیو تلویزیونایی که میشناسمشون این رو میفرستم که یکم کار اونها رو ساده کرده باشم. من گفتم شما دانسته یا نادانسته داری برای اینا هم تبلیغ میکنی، ولی عیب نداره، بعض وقتا باید ببینیم اونا هم چی میگن. دوستان 13 بدره چهارشنبه سوری براتون گفتم، فهمیدید که ما ملتی که 7000 سال پادشاهی داشتیم، از همون زمان هم گرسنه بودیم، باید میرفتیم از ترس آبرو قاشق زنی میکردیم تا چیزی به دست بیاریم. و 13 بدر که حالا به خاطر برف و هوا تاریخش رو منتقل میکنن از امروز به فردا، نمیدونم از اون به اون، با جشن پوریم یهودی ها یکیه. برید داستان اون خشایا رو، زن کلیمی و پسر عموی اون زن کلیمی یا پسر داییش رو بخونید، ببینید شاهان ما فقط آقای محمد رضا نبود که زنش توی کاخ بود و این نمیدونست زنش چه کار میکنه، همون خشایارم یه زنی داشت که حتی نمیدونست زنش یهودیه کلیمیه. شاهان ما از همون اول یه جورایی هپروت بودن، در عالم هپروت زندگی کردن. در جشن پوریم نخست وزیر اسرائیل به کودکان گفت که پارسیان هنوز میخواهن ما را بکشن. این مردک بنیامین نتانیاهو یک کتابی هم، کتاب استر، آورد داد به اوباما. به اوباما گفت که آقای اوباما شاید شما تاریخ رو نمیدونی، این کتاب رو بخون تا ببینی این پارسیان ما رو 2500 سال پیش هم میخواستن بکشن و ما درسی بهشون دادیم ولی کارمون رو تموم نکردیم، این بار کارمون رو تموم میکنیم. حالا شما هی بشینید هی بگید اسرائیل. آقا من شیرازیم، بیشترین جمعیت کلیمی در شیراز بود، نمیدونم چرا همراه کوروش مست که مادن همون دور برا، با کلیمیا، با یهودیا، با به قول خودمون جهودا هیچ مشکلی ما نداشتیم. بعدن که دو سواد درس خوندیم و چهار تا کتاب خوندیم فهمیدیم بابا این کلیمیا با صهیونیست فرق میکنن. ضمناً شما یکی به من بگید کلیمیا 2500 سال پیش هم اسیر بودن که کوروش رفت آزادشون کرد و از اون کشور برشون داشت آوردشون اینجا، اگه رفتی آزاد کردی که میگفتی خب آقا دیگه حالا اسیر نیستی زندگی کن. داستان ها خیلی قاطیه، خیلی خرابه. آقای مصطفی زاده خوب میدونه که بهش میگیم بابا بیا این داستان ها رو بگو، میگه من حالا میخوام نمیدونم چی خودگرایی، خودگردانی ملی و شورایی رو راه بندازم. بنده خدا اونم که از دست دوستان خوبی مثل من و دیگران اصلا دیوانه میشه. اینا رو باید یک کسی که بلده بیاد برای ما بگه. نمیگن اونایی هم که بلد نیستن برای که پول بسازن اونجوری میگن که ما بگیم عجب افتخار میکنم این 13 بدر اگه نبود من چی میرفتم بیرون در بدر بشم، باید 13 رو بدر کرد. بدبخت از بس کلیمی ها ایرانی ها رو کشتن، ایرانی ها در رفتن به کوه و صحرا، چنان کشت و کشتاری همین کلیمی هایی کردن که آقای کوروش و داریوش آزادشون کرده بود. فقط نمیدونم والا بگیم به یه کسی نفهم بهش توهین کردیم یا بگیم نادان، کدومش بهتره؟ شما دوست داری بهت بگن نفهم یا بگن نادان؟ به نظر من نادان بهتره. نادان خیلی چیزا هست من نمیدونم. من که تازه رشتم برقه، تا دو هفته پیش این ماجرای جنراتور و آلترنتور و آلترنتور جدید و دینام و اینا رو نمیدونست، هنوز تو همون دینامای قدیم انقدی بودم و دو بالشتکی و آفتومات و رگولاتور. بعد طرف گفت آقا اصلا اونا گذشته، الان سه تا دیود الکترونیک گذاشتن اون تو، همه چیز حل میشه. من در این قسمت نادان بودم. نفهم اگه بودم میگفتم من همه چیزو میدونم، دیگم عوض نمیشم. برق همینه که من 50 سال پیش خوندم، 40 سال پیشم درس دادم اروا امم، اون برق الان به منم اگه وز کنی دیگه منو نمیگیره، برقی دیگه نمونده. میدونید برق تلف میشه در طی راه، برق تلف میشه. این بود که
اون بدبختایی که خونهشون جنوب شهر بود تلویزیوناشون هی اینجوری اینجوری میرفت پایین، دیگه عادت کرده بودیم سرمون اینجوری اینجوری میکردیم که تصویر رو ببینیم، تا روز که یاد گرفتیم بابا یه ترانسفور بذار که اگه برق به 160 هم رسید بکنتش 220، اون وقت دیگه تلویزیون نخواد گردن در بگیری. یادم میاد در بازار که حیوان میفروختن به ویژه قبل از عید قربان به براها نمک میخوراندن تا آب بیشتر بخورن و وزنشان بیشتر شود. این یکی در کبوتر فروشی زرنگی میکنه. آیا خری دیدی این زرنگی رو داشته باشه؟ این دوست ما میدونید از حزب خران و نماینده و سخنگوی خران هست. منتظرم بی صبرانه یه روز این برنامه خودش رو شروع کنه. بله اینو من قبلا هم دیدم ولی حالا باز با هم میبینیم که ببینید دوستان، شاه بد نبود، شیخ ممکنه بد نباشه، ما ملتم بد بودیم و بد هستیم که به این روز اسیریم. از اول براتون نشون بدم، نمیدونم زورته چیه اینجا خیس کرده، حالا ببینید با هم. یعنی این پدر سوخته داره این حیوان رو، حالا یا کبوتره یا هر پرنده‌ای، فکر کنم کبوتره، اینا رو لابد وزنی میفروشن که این کارو میکنه، یعنی داره ذرت رو به قیمت گوشت میفروشه. خب حالا شما اگر به اصطلاح در مصدر کار بودید چی کار میکردید با یه کاسب اینجوری؟ بگیم اتاق اصناف شاه که سربی میاد میگه آقا اتاق اصناف چیه، بذار هر کی هر قیمت دلش میخواد بفروشه. بگیم شلاق آخوندا که میگیم آقا این آدمیت نیست که، مگر آدم حیوانه که میزنیش، که تازه این روزا الان انجمن حیوانات میدونید کاری کرد که سیرک تعطیل شد، بعد از 146 سال سیرک امسال دیگه می تموم میشه، هم برای من میفرستن بلیتشو بخر، میگم آقا بیام یه مشت حیوانی رو که آزار دادید این بدبخت فیل، حالا یه آدم کوچولو اون جلو راه میره فیل دو تا دستش میکنه پایین، دو تا پاشو میکنه هوا، من نگاه کنم. با این چی کار میکردید؟ میبردیش کلاس یادش میدادی که آقا این کاری که تو میکنی، تو مرغو اینجوری میکنی، بعد خانمت میره یه چی دیگه بخره، اون کاسبه اون چیزی که درست. ممنونم از این دوست. خب و اما یه نامه یادتونه، من یه نامه از آقای مصطفی زاده خوندم، آقای نصر احمدی ناراحت شد و رفت. امروز یه نامه از آقای چمنارا میخونم، امیدوارم آقای مصطفی زاده ناراحت نشه. و ضمناً دوستان اگر شماها بین خودتون با هم مینویسید و کل کل میکنید و مکالمه و مکاتبه میکنید، بعد یه دفعه منو از یه جای نیارید داخل، من نمیدونم چه ماجرایی بوده، چی شده، کی چی گفته، تازه بعدش میخواین من چیکار کنم، میخواین بعدش من قضاوت کنم؟ من والا بلا اینجا که قسم خوردیم به دستگاه و کتاب این آمریکایی‌ها و یکی از پایه‌های اساسیش این دادگاهشون هست و اون ماجرای جوری یا هیئت منصفه، من اولا خب خیلی هم خوشحال میگفتم چرا برای ما نمیاد ما بریم هیئت منصفه بشیم، بعد که هی نگاه کردم دیدم من آدم منصفی نیستم، من اگه یه آدم سیاه پوست از اون دور داشته باشه را بیاد و یه آدم سفید پوست داشته باشه را بیاد، این سفید پوست قاتل باشه، این سیاه پوست دکتر باشه، نادانی نفهمی میرم به این طرفی که این سفید پوست هست. به خاطر همین هر وقت یه چیزی میاد آقای چمنارا از دادگاه مینویسم من آدم پرژدیستی هستم. دوستان پرژدیست فقط برای نجات پرستی نیست، پرژدیست یعنی پری جاجمنت، یعنی شما پیش قضاوت کنید، یعنی همین که مثلا میای یه جایی یه اتفاقی افتاده قضاوت میکنی بعد میبینی نه اینجوری نبوده، شما پرژدیست بودین، پیش قضاوت کردید. خب حالا من فقط برای شما میخونم دوستان،
نوشتن که سلام، دوستی میان من و آقای دکتر نصر احمدی هیچ گونه تغییری پیدا نکرده. من هم اصلا نمیفهمم مخاطب شما منم یا آقای مصطفی زاده. اگه ایشون نوشته شما برای اون نوشتین که دیگه تموم. لذا توضیح بدهید و کپی هم به ایشان بدهید که منظور شما چیست. من حرفای این آخوند را شنیدم، یه عکسی آخوندی اون پایینه، دلیل آن که ملت ایران به این آخوند امامه دار و بی امامه گوش میدهند و اصل گرفتاری در تصویر پیوست را فراموش میکنند این است که قرآن را به فارسی و یا ترتیب تاریخی نمیخوانند تا از آن طبق آیه شریفه پند بگیرند، آیه 17 سوره قمر. من با شما اختلافی ندارم که برای آن اختلاف پوزش بخواهم. من خیلی خوشحالم که ایشون دیگه کتباً نوشته که با کسی اختلافی نداره. وقتی کسی اختلافی نداره دیگه نوشته من پوزشم نباید بخوام. هدف تغییر قانون اساسی ایران به قانون اساسی حکومت پارلمانی است. اگر شما با این مخالف هستید بفرمایید تا بدانم اختلاف ما کجاست. این آخوند هزاران همکارشان چه با امامه چه بی امامه در ایران بلندگو دارن و میلیون ها شنونده و آنها مخالف قانون اساسی حکومت پارلمانی هستند. برای آنکه بتوانیم ملت ایران را آماده پذیرش قانون اساسی حکومت پارلمانی بکنیم باید 4 رکن هویت ایرانی را در ایران زنده کنیم. این 4 رکن عبارت از 3 فرمان زرتشت، نه دین زرتشت و اوستا. اگر با این مخالف هستید بفرمایید لوحه کوروش و مقایسه آن با مکارتای نداستان زندگی و جنگ های کوروش، اگر با این مخالف هستید بفرمایید شاهنامه فردوسی زنده کننده هویت ایرانی، نه مقایسه آن با شاعران دیگر که هر کدامشان مقام بلند خودشان را دارند. اگر با آن مخالف هستید بفرمایید قرآن را به فارسی و با ترتیب تاریخی باید خواند، آنگونه که تا خلافت عثمان خوانده بشود. اگر با این مخالف هستید بفرمایید. لذا میبینید که خصومتی وجود ندارد و این فقط در ذهن شماست. تازه اگر هم وجود داشته باشد وفا کنیم و ملالت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. امیدوارم سوء تفاهم شما رفع شده باشد. من الله توفیق الاحقر سهراب چمنارا. آی سهراب چمنارا، ممکنه به خاطر این ویدیوی شما 2-3 دقیقه دیرتر پخش بشه، همونجوری که ویدیوی این دوست نازنینمون آقای پتیک و آقای علی حیدری از ایران 2-3 دقیقه دیرتر پخش خواهد شد. ببینیم که ببو چی میگه. میگه نامه را شما موظف به خواندن نیست، بگذار خود نویسنده نامه را بخواند تا مشکلی پیش نیاد. ای کاش اینو قبل از نامه خونده بودم. کاملا درست میگی دوستان، ما با دنبال مشکل میگردیم. اصلا تمام این برنامه ها اینه. ما از بی سردردی و آقا اولا از پول ساختن زیاد اومدم دنبال این کار. روزی که آمدم با 2 تا بنز آمدم، امروز یک فولکس واگن کهنه دارم که صبحم باتریش نزد. پدر سوخته رفتم باتری بخرم، میگه 150 دلار. میگم بابا باتری این ماشین فسقلی باید 30 دلار 40 دلار باشه. طرف میخنده میگه سوربی اون گود اول دیز بود، روزهای خوب بود گذشت. ممنونم از شما دوستان عزیز. دوستان تلویزیون مردم رو حکایتم بکنید، بله به دیگران بگید، حمایتم بکنید. مخصوصا شب عیده، عیدی یادتون نره. عیدی با هیچ سنت ایراد نداره، عیدی هدف خوبی هم هست. به دوستانتون، به فامیلتون، به افراد غریبه حتی یک پولی میدید، یک کمکی میکنید، یه هدیه‌ای میدید. تو رو خدا هدیه‌ای بدید که لازمش باشه، اون هر جوری دوست داشته باشه میره خرجش میکنه. فکر نمیکنم این تو هیچ مرامی، تو هیچ مسلکی، تو هیچ دینی، تو هیچ مذهبی، تو هیچ فرهنگی مشکل داشته باشه. ولی هر کدوم از این چهارشنبه سوری، سیزده بدر، نمیدونم هالووین، اون یکی دیگه چیه، تانکسگیوین، حالا اون تانکسگیوین هم یه فلسفه دیگه داشته، اینجوری شده اون ماجرای دندون میذارم فریتوت میگن چی میگن. دوستان عزیز از نفس افتادم، امیدوارم شما از نفس نیفتید. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم. یادتون باشه چون یوتیوب و اینها ایراد میگیرن، من ویدیوی این برنامه سوپر استار رو هم زیر یوتیوب میذارم هم زیر فیسبوک. به غیر از این که رو فیسبوک هم هست، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ویدیوی آقای سهراب چمنارا روی فیسبوک تلویزیون مردم هم قرار گرفت. روز و روزگار بر شما خوش و میتونید مهمان ما باشید اگر تحمل صندلی داغ تلویزیون مردم رو داشته باشید. مرسی.